من همیشه هر موقع بنشستم همینجوری که نشستم دارم تلویزیون نگاه میکنم اینجوری میکنم با خودم همینجوری مثلا خودت نوازش میکنی یا لبس میکنی یا ماساژ میدی احساس کردم که یه قده اینجا دارم ولی هیچ پیدا نبود فقط دست میزدم میدیدم احساسش میکردم هشت سال پیش سرطان به سراغ نسرین آمد سرطان سرکما که بعدها به شوشهای او هم سرایت کرد اما او تمام قد در برابر بارها جراحی و شیمی درمانی ایستاد. یه آمار هست میگن که تا سال 2020 از هر چهار نفر یه نفر سرطان میگیره یا از سرطان میمیره. من کردم ما یه خانواده چهار نفری هستیم. فکر کردم که من تحمل نداشتم که بچه ها سرطان بگیرن. انارت میدونم اون تحملش رو نداشت من تحمل تعامل مریضی اون رو ندارم فکرم همیشه هم به خانواده گفتم گفتم اگه تو این چهار نفر یه نفر خدا میخواست به از شما چهار نفر باید سرطان میگرفتیم من دستم بالا میکردم می گفتم اوکی من چون برای خودم راحت تر دیگر دوره وریام رو بخوام کنم پروفسور ایان جاتسن از ابتدای بیماری نسرین را تحت نظر داشته و با روحیات او کاملا آشناست. آدمها به شکل مختلف با سرطان مبارزه می‌کنند. سطح اعتماد به درمان و استراب در بیمار بسیار مهمه. نسرین کسی که از تمام جزئیات بیماریش در سطح بالایی خبر داره و میخواد در جریان همه چیز باشه که این به نسرین برای کنترل بیماریش کمک می تو این نه اخیر قدای من بزرگ شد. و روز جمعه هفته پیش من و با هم تصمیم گرفتیم که من دو مرتبه بیشترین مقداری که میتونم بخورم یعنی اجازه داری از نظر در خود دروا اجازه بهت میده بخوری بخورم خب سخته تو این هفته به قول خود شما میتونی ببینی که من وزم چطوره الان چیز واقعا بدن من اصلا رمق نداره بدتر از هر چیز دیگه کنترل روی چیزت آروارت رو از دست میدی لاقل این نوع شیبی درمانی که من میشم اسحال خب خیلی شدید حالت تحوی خیلی شدید یعنی اینقدر تحوی که اصلا به قضا فکر نمی کنی همیشه به خودم به صورت جوک میگم میگم من میخواستم وز از دست بدم موفق نمی شدم هرچی رژیم میگرفتم نمی شد. خدا گفت من یه کاری میکنم که تو از دست بدی کار کردن تمام وقت یکی از عوامل مهمی است که به نسرین کمک می کند تا بیماریش را تحمل کند. او از هر فرصتی برای سرگرم شدن و به سرطان فکر نکردن استفاده می کند. کارم واقعا کارم و دوستام و برنامه که خودم برای خودم میذارم باعث میشه که من به زندگی فکر کنم نه به مرگ. <تصفح> سپورت خانواده خب خیلی مهمه. یعنی یه جورایی که تمام مدت یادت نیارن که تو سرطان داری این خیلی مهمه چون خودت نمیخوای یادت باشه دیگرانم خب هستن خانوادهایی که مرتب عزاداری گرفتن برای مثلا کسی که تو خانوادهشون سرطانه اصلا که طرف هنوز زنده است از روز اول به همه گفتم من ترحم نمیخوام و اینقدر زیاد شده سرطان که آدم فکر میکنه که مثل اینکه تو بگی سرما خوردم حالا متاسفانه اسمش بده تا اسم سرطان بری، مردم به اولین چیزی که فکر میکنن مرگه و خب باید با این چیز کرد با این مبارزه کرد که خب لاقل من الان چند سال الان هفت سال هشت سال دارم هر روز زنده هر روز هستم آدم ها تا زنده هستند باید زنده بودنشان را در کنارشان جشن گرفت و زنده بودنشان را با آنها یادآوری کرد آنایتا شمس بی بی سی